اگر بیان شه که یه فلزیا به پالسی وی ال اف تی آر بی اف آی بی یا مغناطیسی رو در صخره بهتره تست کنید. خب ببینید اینا چون بالانس زمینی میشن، روی هر صخره ای هم که یک لایه یه تیکه باشه یا حتی چند لایه یه تیکه باشه بالانس زمینی بشه، خب اون تعادل حرکتی رو داره. ولی همه زمین ها، همه جا، همه صخره ها و همه محدوده ها لایه هاش یه تیکه نیست که، چون اپراتور در حال حرکت با یک فلزیاب مغناطیسی پالسی وی ال اف تی آر بی اف در حین جستجوه و اگه قرار باشه این بالانسش به هم بخوره در اثر تغییرات زمین یا عمودی و افقی شدن تغییرات زمین یا لایه ها یا توده ها، این موجب میشه که سیستم مغناطیسی بالانس خودش از دست بده و واکنش درش ایجاد شه. خب این بالانسی که الان داره انجام میده در این محدوده مربوط به همین محدوده است، همین صخره است. اگه 10 متر بره جلوتر تغییر حالتی در این صخره پدید بیاد یا در این محدوده پدید بیاد، خب یه واکنش این سیستم خواهد داشت و این بالانس به هم میخوره و اون کیفیت اصلی رو نخواهد داشت. شرایط عمر رو در فلزیابای مغناطیسی پالسی وی ال اف تی آر بی اف او به این صورت نمیشه تست کرد. حتی در اینجا هم اومده شرایطی مانند یک صخره رو شکل داده، اومده لایه های متفاوتی از سنگ ها رو تحت فشار گذاشته و مساله ساختمانی به کار برده. خب اینم باز شبیه زمین یه دسته، چون همینجا بالانس میشه و این حرکتی که انجام میده و اون فلز استیل یا مس از جلوی اون عبور میده، این نمیتونه نحوه کار درست تست عمق یا عمل کرد یا حذف ذرات مزاحم توسط یه فلزیاب پالسی وی ال اف تی آر بی اف آی بی باشه، چون زمین دارای مغناطیسه و زمانی که حرکت میکنه یه سیستم مغناطیسی پالسی وی ال اف تی آر بی اف او تعادل خودشو در اون جریان مغناطیسی سر جستجوگرش از دست میده و صداهای بی خودی در اون ایجاد میشه. پس این تست در صخره یا تست در کوهستان یا تست در محل خاصی که مثلا صخره‌ای باشه یا سنگلاخ باشه، با شرایطی که خیلی ها توضیح میدن هیچ ارتباطی به توانایی یک سیستم پالسی وی ال اف تی آر بی اف آی بی برای تشخیص در همه جاها و مکانها و محلها نداره. برای اینه که در اون محل تست بالانس که میشه، خود چون یه تیکه از صخره یا لایه هاش یه تیکه از، مشکلی پدید نمیاد و میتونه هدفی رو تا یه عمقی تشخیص بده. البته طلایی که هیچ وقت در عمق زیاد نمیذارن، یا مس رو میذارن یا استیل رو میذارن یا برنج رو، چون طلا رو اصلا مغناطیسی نمیتونن بگن چون خودش غیر مغناطیسی. در اصل این شرایط تشخیص عمق و توانایی و حذف ذرات در سیستم های مغناطیسی یا پالسی وی ال اف تی آر بی اف او نیست که بخوایم بگیم با این شرایط میشه تستش کرد و تشخیص داد تواناییش بالاست و میتونه حذف ذرات کنه یا با فلزات در روش حرکتی پاسخ میده، که چنین نیست. این روش ها ایستا هستن و این نوع بالانس ها در این محدوده ها بالانس هایی هستن که قابلیت به هم خوردن دارن در اثر حرکت با کوئل یا سر جستجوگر یا لوب یا حتی سنسور سیستم های مهم.